خب دوستان عزیز، بریم سراغ بقیه صحبت هامون. خدمت شما بگم که کجا بودیم؟ اوکی، تا الگوهایی که من پیدا کردم بیشترین درصد موفقیت رو داره. خب من دو بخشش کردم توی این قسمت، یعنی این قسمت که با هم کار میکنیم، این بعد میریم توی گروه و به شما میگم باید چی کار بکنیم. الگوهایی رو میخوایم کار کنیم که در جهت روند باشن. خب ما این سری الگوی خلاف روند هم داریم که اونها رو الان فعلا نمیخوام راجبش در واقع صحبت بکنم. فقط ما این الگوهایی رو که بیشترین راندمان رو دارن و در جهت روند هستن رو ما میخوایم در واقع پیدا بکنیم توی چارت. خب الگوهایی که شنیدین، یعنی خود شما میدونی که خیلی از این الگوها چی هست، یکی یکی اینجا برای شما توضیح میدم و میریم رو چارت هم با هم دیگه اینها رو پیدا میکنیم. قراره اینها رو به صورت لایف تو چارت بتونیم تشخیص بدیم و پیدا بکنیم. خب اولین الگو، الگوی بریکات و پول بک هست. این دوتا الگو کنار هم هست که همه تون دیگه میشناسید، دیگه باش کار کردید، دیگه خیلی راجبه این الگو توضیح دادن نمیخواد. اگر لازمه کسی میخواد من یه چند تا مدل روی چارت هم پیدا کنم بهتون بگم. کسی میخواد این رو؟ استاد جسارت هم یه سوال داشتم فقط. بفرم. یه مورد بحثی داشتیم توی همین حالا الگوهای جی تی اس روی اون کندل تایید. استاد من شنیده بودم زمانی که حالا یه خطی الان شما کشیدید واسه این بریکوت، وقتی نفوذ کنه بیاد خارج بشه، ما به خاطر اینکه ریسک بریواردمون بیراه نشه اینجا دیگه وارد میشیم، ولی بعضی از دوستان نظرشون بود که بعد بیاد کندل تایید بشه در تایم فریم کندل بعدی، بعد اونجا ما ورود کنیم. این یک شایبه بین علما شده بود، گفتم در شما کدوم علما؟ بعد علمای همین گروه یا علمای دیگه؟ بله بله، علمای گروه ما که شاگردیم. ببینید یه مقداری میشه گفت شخصیه که کجا وارد شیم. ببین بعضی وقتا تجربه، بعضی وقتا که مثلا من پوزیشن میگیرم خیلی جاها که شک ندارم، اینجا مثلا دقیقا همین نقطه وارد میشم، که البته کار خیلی محتاطانه نیست. بعضی وقتا خوب جواب میده، یعنی ریسک ریورد فوق العاده میده، بعضی وقتا نه، مثلا یا اینجا رد میکنه میره بالا، درسته که من مثلا تبدیل میشه به سرشونه. من اینجا بهتون بگم، مثلا من اینجا بارها شده ها این اتفاق افتاده، اینجا پوزیشن میگیرم برای سل، آها نمونهش رو میگم، اصلا ضررم کردم بهتون میگم دقیقا کجا شد. خب میره بالا سرشونه میشه، یا حتی سرشونه نمیشه، یهو دیگه میره بالا. خب استاپ مثلا اینجا میذارم، یه استاپ خیلی بزرگ میخورم. خب ولی ترجیحاً که در واقع این نقطه یه تاییدی ما بگیریم، مثل تغییر مومنتوم، مثل مثلا الگوهای کندلی، مثل جی تی اس ها تایم پایین، حتی 5 دقیقه، این یه مقداری ما اطمینان بیشتر می‌کنه. بریم من چند تا مدلی که نقض میشه تو بازار، اتفاقا اونایی که نقض میشه رو بگم بهتر به نظرم، تا اینکه بخوام مثلا اونایی که تایید شدن، چون ما داریم بر اساس وینینگ ریت کار می‌کنیم، بهتره اونایی که میشه گفتش که نقض کردن رو ببینیم تا اونایی که درست عمل کردن. چون ببینید ما معمولا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اون حالتهایی رو که دوست داریم رو میبینیم، نه اونایی که دوست نداریم، و این یه خطای نمیشه خطای بصری، خطای ذهنی انسانه که دوست داره اون چیزایی که دوست داره رو ببینه، نه اون چیزایی که واقعیت هست. بعضی وقتا اونا جواب میدن، بعضی وقتا جواب نمیدن. حالا مثلا شما الان چارت من نمیبینی؟ نه اوکی، نه استاد چارت بریم پیدا کنم برات. شیر ستاپ شیر استاد ببخشید اصخایی میکنم من بدون چیز. استاد فقط اسکرین شیرینگ که انجام میدین برای تحلیل ها اگر امکانش هست این مقدار سرعت آموزش کم بیاریم پایین تر، چون فکر کنم این حرکت موس با در خود تصویر رسد با هم بعضی خود نمیخونه، نمیدونم برای بقیه بچه مشکل هست یا نه، گاهی اوقات این جا به جا میشه. و آره
به رزولوشن بستگی داره. حالا وقت چارت تونستیم ببینیم بگیم باشه من یه خورده آهسته‌تر توضیح میدم. آره دست شما دارم میبینم. استاد یکم دیلی داره راست میگن، چون حالا به خاطر نت ایران هم البته امکانش هست که باشه نمیدونم، ولی خب یکم دیلی رو داری متاسفانه. باشه 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 حتما باشه. خب ببینید الان این چاله تو کریپتو هم میشه توضیح داد. ببینید مثلا همینجا دیروز من اینجا با این شکست جی تی اس بریکات اینجا گرفتم، ببخشید اینجا بریکات رو مثلا رو مانا اینجا گرفتم و روندم که مثلا میبینید سعودیه. مثلا بریم روی جوف ارزا که مثلا نمونه کلامتون همینجا که گفتین در واقع بریک اوتو گرفتین، تو چه تایم فریمی بوده و بعد کدوم کندل بوده؟ این کندل رو اگر بگیریم، کندل واسه ملکی حداقل خیلی مهمه، چون شادو رو باید در نظر بگیریم در نظر نگیریم. دقیقاً این خیلی این نکات ریزه شما یکم با من مشکل دارم. من آهسته اینو درست میکنم که شما ببینید میتونید ببینید. خب الان میبینید؟ بله اوکی. خب ببینید چند تا سطح اینجا میکشم براتون. اولا که ببینید اونایی که برای مومنتوم یعنی برای جهت مشکل دارن، خب خیلی ساده میشه از طریق یه مووینگ تقریبا جهت رو درست تا حد زیادی درست تشخیص داد، خب و وارد شدن به بازار خلاف جریان دوری کرد. خب یه مومنتوم بذاریم مثلا سبزه، خب تا زمانی که این سبز مثلا خیلی دیدم توی مثلا بازار فارس که دو طرف است بیشتر پیش میاد، چون توی اسپات معمولا همین دنبال خریدن دیگه، برای من جهت مشخص، برای خود همین باعث میشه نتایج اسپات بهتر باشه به خاطر اینکه خطای یه سمت حذف میشه و دوستان معمولا دنبال جایی میگردن که در واقع جهت داره. خب برای همین هولدرها سوده بیشتری دارن، هولدرها یا اون کسی که اسپات کار میکنه نسبت به فیوچرز کارا. فیوچرز کار این امکان داره اینجا سل بزنه، خب ولی تو اسپات امکان نداره، پس برای این تیکه خطا حذف میشه توی اسپات. خب این برای کسی که فیوچرز کار میکنن، کلا کریپتو کار میکنن تو زیر. خب حالا برای ورود الان واضحه؟ بله استاد اوکی. بله کاملا ترید داریم، یه تریدون اینجا داشتین دیگه، خب این سایه و اینجا. خب یه نکته خیلی جالب، بعضی وقتا میرسه به این ترید زون، بعضی وقتا دخور بالاتره، بعضی وقتا دخور پایینتره. خب دقیقاً اینجا رو ما در واقع باید به حرف قیمت گوش بدیم، نه اون چیزی که خودمون فکر میکنیم. خب یعنی ما قیمت اینجا توی محدوده به ما میگه که ما اینجا وارد شیم یا وارد نشیم. خب یعنی الگوی کندلی منظورتونه، یعنی الگو ببینیم. آفرین. ببین متین جان، دوستان ما کلن دنبال الگو تو هر شرایطی میگردیم. این الگو اگه تشکیل نشد ما وارد نمیشیم، چه برای الگوهای کندلی چه برای الگوهای قیمتی. خب اینجا مگه در واقع پول بک نیست؟ این همونی که اونجا توضیح دادیم، مگه نیست؟ روندمون رو ببینیم، اول روند رو تشخیص دادیم، روندمون سودیه. پس ما اولین کاری که باید بکنیم تو روند سودی وارد پوزیشن فروش نخواهیم شد به هیچ قیمتی، ما میخوام در جهت روند پوزیشن بگیم. خب حالا دنبال موقعیت کم ریسک باید بگردیم دیگه، اون چیزی که براتون توضیح دادم. خب نقاط ورود مهم، ما یا اگه هولدر باشیم میتونیم هر جای اینجا وارد شیم، میتونیم اینجا وارد شیم، میتونیم اینجا وارد شیم، میتونیم اینجا وارد شیم. میخوام دراز مدت یه سود بگیریم. خیلی البته تاثیر داره ها، چون اگه اینجا وارد شین تا اینجا وارد شین خیلی از نظر بازدهی در واقع تاثیر داره. اینجا قیمت مثلا 60% پایین‌تر بوده، بنابراین شما مثلا تو دراز مدت اگه قرار باشه اینجا بهتون مثلا 200% سود بده، اینجا بهتون مثلا 400% سود میده. برای نقطه ورود خیلی مهمه توی بازدهی هم، حتی وسط هولدری. خب برای تکنیکال خیلی کمک میکنه. خیلی دوستان مثلا فاندامنتال کار هستن و تکنیکال زیر سوال میبرن یا برعکسش. این دوتا باید حتما کنار همدیگه باشن، یعنی چه تو بازار کریپتو چه تو بازار فارکس چه بازار سهام، هر چیزی این دوتا کنار هم نباشن یه جایی در واقع ضعف ایجاد میشه. مثلا تکنیکال کارا مثلا نمیدونن کدوم پروژه رو تا کجا نگه دارن، یا مثلا فاندامنتال کارا نمیدونن کجا وارد شن. مثلا میگه طرف مثلا سیکرت کوین خوبه، اونو مثلا میره توی سخت میخره، یا مثلا بایننس کوین. یه نفر مثلا دیروز توی کانال من تحلیل بایننس کوین رو گوشته بودم، اومد گفت که من تازه صفر شدم، دیدم یکی بهم گفت بایننس کوین بخر، خریدم کلی ماها تو ضرر بودم، تازه الان صفر شدم. فرقش تو نقطه ورود دیگه. تکنیکال میتونه کمک کنه که شما فاندامنتال رو اجرایش بکنی و فاندامنتال هم به شما کمک میکنه که اطمینان داشته باشی تا کجا اون کوین رو یا تو اون فرض کن اون اکسس رو نگه داری. خب حالا ما جهت رو مشخص کردیم،
سطح هم مشخصه. خب اینجا تو این سطح ببینید اون قطاری که بهتون گفتم، یه قطار اینجا هست که میاد توی ایسکای برای شما ثبت میکنه بنزه یکی دو ساعت، بعد میره دیگه، شما اون در واقع محدوده رو دیگه نمیبینین، این محدوده که اینجا هست که دیگه گذشت دیگه نمیبینینش. خب بنابراین این تشخیص اینجا و حضور تو این لحظه که شما باید حضور داشته باشین، خب تو این لحظه باعث میشه که شما موقعیت رو شکار کنید مثل شکارچی. خب استاد توی کدوم کندل؟ توی همون کندل چکش همر یا کندل بعدیش؟ من چکش رو وارد شدم ولی همرم دیدم که اسپینال خاطرم بیشتر شد دیگه. نگه تو چکش وارد شدیم، یعنی بعد اینکه چکش بسته شد و اوکی شد تو کندل بعدی وارد شد؟ دقیقاً به محض بسته شدن این کندل وارد شد. البته میگم اگه ممکن بود اینجا برگرده به پایین، ولی چون من می‌خواستم هولد کنم دراز مدت و نگهش دارم و نمیخواستم با یکی دو تا کندل استاب بخورم، خب برای مشکلی نبود که اینجا وارد شم، نقطه بهتری. خب ولی یه جایی شما میخواید ترید بکنین، شما اینجا دیگه مثل تو بازار مثلا فارکس، مثل بازار کریپتو نیست اینجا، اگه مثلا چون دو طرف هم هست ممکن اصلا قیمت برگرده مثلا پایین و نمیتونید نگه دارین دراز مدت ببینین که چی میشه و بعد استاب براش تعیین کنین. برای نقطه ورود خیلی مهمتر میشه. خب برای مثلا توی چیز بازار فارکس مثلا نقطه ورودش اینجا بهتر می بود باشه بعد از کندل الگو، که اینجا دو تا الگو کندلی هم داره. نمیدونم واضح هست الان دوستان میبینن یا اینکه من چیز کنم اینجا یه مقدار پاک سازی کنم. آره استاد واضحه، خوبه. استاد یه سوال دیگه، این که الگو همه رو اگه دیدیم مثلا تایم فریم یه ساعت هست، میتونیم توی تایم فریم 15 دقیقه اگه یه دونه کندل مثبت دیدیم در جهت بود این عمل رو هم انجام بدیم یا نه؟ دقیقاً چرا که نه، دقیقاً. ولی معمولا یک ساعته وقتی به شما الگو میده تایم 15 دقیقه یه مقداری چون برمیگرده پایین دیگه، یعنی همه رو برعکس، اگه مثلا چکش بود باز 15 دقیقه احتمالاً به شما یه دونه کندل ماشه هم داده بود، ولی اینجا ببینیم مثلا عذرخواهی میکنم در مورد این مورد من میتونم یه صحبت کنم الان؟ بله یه لحظه من اینو فقط به متین نشون بدم بریم سراغ. اوکی آره متین جان ببین اینجا الان بزرگم میکنم، ببین اینجا میبینی روی یه رو به تقریبا یک کندل هم اینجا داد، یه رو کندل اینجا داره. تایان اوکی بگو همین جان. واسه من یه چیزی رو تست کردم، من یکی از استراتژی که خیلی علاقه دارم بهش برکوته و توی پول بک، توی جی تی اس پول بک منتظر میمونم، یعنی شاید 80-90%، بعضی وقتا خیلی حرکت شارپه، 80-90% توی پول بک تو تایم پوینت تر جی تی اس برکود باز داریم. الان همینجا شما توی 15 دقیقه هم میبینید. آها اوکی اینو میگی، آفرین. اوه عجب، یه بار دیگه میشه بگیم من اینو متوجه نشدم. بذار من اصلا مارکتو خورده این همینجا، ببین چی کار کرده. ببین نگاه کن تایم یورو برو فوق العاده بود لذت بردم. ببینید اینجوری میکشم که ببینید این روند نزولیه. خب و اینجا الگوی کندلی هم داره، درسته؟ خب اومده پایین، رفته بالا، اومده یه پول بک تو تایم 15 دقیقه اینجا زده، دیدین؟ همینجا اینو میگه، درست میگه؟ اصلا این پول بک رو میشه گرفت. خب من همینم بعضی وقتا ترید میکنم، اما توی 15 دقیقه همینجا جی تی اس برکود داریم. توی پول بک ها، توی جی تی اس پول بک تو تایم اصلی وقتی که پول بک میخواد زده بشه، حالا ببینیم میخواد جواب بده یا نه یا تریدش کنیم، یه جی تی اس برکود خیلی کوچیک تشکیل میشه. الان اینجا تشکیل شد. اوکی اینجا رو میگی، فهمیدم. البته تایم 5 دقیقه بیشتر واضحه، باز اینم نشون میدم. اینو شما میگی، این ساعت رو میگی، درسته؟ اون کندل قرمزی که بعد از اون آبیه در واقع تشکیل شده کوچولو، آره اونجا رو میگی. این پول مگه بریک اوت نمیگه همینجا؟ اینجا که بریک اوت بعد از این ساعت نداریم دیگه، فقط این ساعته. نه استاد منظورم همینه، موجی هست رفته بالا یه پول بک زده جی تی اس بریک اوت باز زده. آها اینجا رو میگی شما، اینجا تایم فریم کوچیک‌تر. آه اوکی اوکی اینم میشه آره، ولی اینکه بخواد با این عملا اینجا تو همون یک ساعت هم همین در واقع تو ریسیورد بهتر به شما یه موقعیت داده. بیارمش 400ش این کندل میشه که خیلی کندل بزرگی میشه، این کندل میبینین کندلو خیلی فاصله گرفته. آره فاصله گرفته.
نقاط کمه، چون مثلا توی کریپتوها یه مقداری بالا پایین شدن درصد خیلی تغییر میکنه، برای من خیلی مهم نقاط بهتر رو پیدا بکنیم اگه میخوایم مثلا ریوارد بهتر داشته باشیم. اینجا مثلا میشه 1.4 حدودا نسبت به 1.3 تقریبا 10% بیشتر حدودا. خب حالا این مال کریپتوها، بریم سراغ استاد بریک اوت. هم میشه بگیم بر همین اساس که الگوها رو دیدیم توی در واقع دوره الگوهاشو. آره یه نکته خیلی مهم در مورد کریپتو بگم، بریک اوت تو کریپتوها خیلی بیشتر وینینگ ریت داره. من اینو دقیقا بگم که کجا میخواستم مانا رو بگیرم، یه خورده تعلل کردم متاسفانه و نتیجهش شد این. ببینید من مانا رو اینجا زیر نظر داشتم، خب اگه هر جا واضح شد و همتون دیدین لطفا با من بگین که من اونجا شروع کنم. الان واضحه؟ بله استاد. اوکی ببینید من این سطح، این مثلث رو میبینین، این مثلث رو تو ذهنتون باشه چون توی یکی از الگوهایی که میگم این مثلث هم هست. خب بعد حالا زوم میکنم، این کف این مثلث رو من زیر نظر داشتم، چون قیمت مدت ها توی مثلث مونده بود من میخواستم اینجا بخرم، میخواد تعلل کردم. خب این کف، چون این کف هم تقریبا یه الگوی کندلی هم داشت، ولی میگم یه مقدار اون زمانی که باید تصمیم درست میگرفتم نگرفتم، این فضای اینجا رو از دست داد. خب بعد چی شد؟ بعد قیمت شکست اومد بالا. خب من اینجا یه دونه آلارم هم گذاشتم، نمیدونم معلوم اینجا میبینین، این آلارم هم اینجا هست میبینین؟ بله نارنجی مشخص. آره من منتظر بودم که یه پول بک به اینجا بزنه و من دوباره بخرمه، یعنی بعد از پول بک بخرمش. تو فارکس چون دو طرف هست معمولا اتفاق میفته، ولی تو کریپتوها نه دیگه. اینجا اومد بالا، هی وایسادن پول بک، این کندل هم زرد بود، خود این کندل 400 زرد، الان دیگه میاد اینجا اینو میخره، رفت برو دیگه ترکی دیگه نتونستم اون نقطه خوب بخرم. درسته که این موقعیت اینجا خیلی خوب بود، دیگه مجبور شدم اینجاها بخرم، همونجایی که بهتون توضیح دادم که اینجا خریدم و بعد گفتم ولش نگه میدارم دراز مدت که این شد دیگه. ولی پول بک می‌خواستی متین جان؟ بریک اوت می‌خواستی؟ نه بریک اوت. یه بریک اوت همینه بعد از شکست شدن همین مثلث، یا اگه تو جی تی اس بخوام بریم باید بریم تا این پایین تر. میخواستم بدونم شادو ها رو هم در نظر میگیریم توی بریک اوت یا که نه، مثلا میبینیم جایی که کلوز کندل رو رد کرده بود تثبیت داده بود اوکیه، یا نه باید کلا شادو رو هم بالای اونم تثبیت بده، یا اون کندل اوکی شد کندل بعدیش هم باید تثبیت بده، چه جوریه کلا؟ ببین این سطح الان به من کلا یه برای همین من اینجا میگم تریدینگ زون. خب اگه بخوام بکشم اینم میشه این، اگه قرار بود یه خط در نظر بگیرم فقط یه خط میشد، خب ولی اینجا شده تریدینگ زون. خب وقتی اینجوری میکشی از بالای سایه ها تا در کلوز کندل، الان خود راحت تر میتونی تشخیص بدی چی شده کجا باید گیره. ببین خود این کندل بادی کندل اومده بالا بسته شده، بالای این سطح مهم بسته شده. خب همین نقطه ورود خیلی وقتا شادوی خیلی بلندی داریم گاهی اوقات. آها اون جایی که شادو بلند داره نشون میده که در واقع نتونسته خیلی بالا دووم بیاره، ولی بازم دلیل نمیشه، به خاطر اینکه ممکنه در واقع شادو به خاطر اومدن قیمت برای پول بک باشه. حتی بعد از بسته شدن این کندل هم ببین یه سایه هم اینجا داره، یه پول بک هم داره، میبینی؟ دقیقاً تو تایم فریم پوینت پول بک خیلی نمیشه خیلی دقیق همه اینا رو پیش بینی کرد، میدونی مثلا من اینجا که مثلا وارد شدم مثلا اینجا پول بک نزن، خب گفتم شاید اینجا هم نزنه. خب یکی از راههاش که مثلا میتونه وارد شی باید به هر حال یه ریسک دیگه، آدم باید بسنجه ببینه که مثلا ارزنده هست اینو بگیره یا نه. خب مثلا تو بازار کریپتو که یهو مثلا میگیری یهو برمیاد، مثلا دو جا من خریدم اومده مثلا داره بازی در میاد، نمیدونم چی جوریه وضعیتش، بذاریم داجم بگم. پس اینجا که متوجه شدی در واقع بله کاملا واضح شد. شما خرید شما اینجا دقیقا منتظر شدین تا بسته شد کندل یا نه استاد، یا پندینگ گذاشته بودین کندل نه من دقیقا بعد از این ساعت بذار بگم یک و یک اینجا خریدم، نه من دقیقا بعد از این ساعت خریدم.
میگم چون می‌خواستم بخرم رو 1.1 خریدم، یک یه مقدار 1.1 خریدم، یه مقدار بالاتر خریدم، دو جا وارد شدم. بس اینجا فکر کنم در همین اینجا 1.1 باید ببینم چیزشو. یعنی اون کندل بسته شده بود، منظورشون اینه که کندل بعدی خریداری کردی شما؟ به محض بسته شدن کندل. خب حالا یه اتفاق دیگه میفته، ببخشید استاد، الان تایم فریم یه ساعته است، تو تایم فریم 15 دقیقه در واقع میشونه و یه دونه ما میتونیم یه دونه جی تی ای بریک اوت رو ببینیم. من یه اتفاق واسم افتاد، پول بک آره و دوباره میریزه و میریزه، انگار هانت میشه، همچین اتفاقی میفته. توی تایم فریم پایین تر میتونیم همین اتفاق رو انجام بدیم یا نه؟ با تو همون تایم فریم در واقع با چه کس اتفاق میفته؟ چرا نه، ببین الان نگاه کن، بیا این الان تایم فریم 15 دقیقه کاملا الگو رو میتونیم ببینیم، شکسته، پول بک زده، این دوتا الگو میبینین، دوتا کندل کنار هم، این الگو وروده. کدوم الگو؟ من اینو چون نمیبینم الان واضح شد، این الگو کندلی وروده. ولی شما با بریکوت رفتید جلو دیگه، درسته؟ من با بریکوت رفتم آره، ولی این پول بک هم داد. ولی شما استاد این دوتا کندل کنار هم اسمش چه الگویه؟ این دوتا؟ این گلف کدومشون؟ نه این گلف همین که دورش استاد. نه من قبلیشو داشتم میگفتم. نه همین. این سه تا کندل بهش میگن ستاره صبحگاهی، مورنینگ استار. استاد یه سوال، حالا کندل قبلشون، اون دوتا کندلی که قبلش میبینیم در واقع آبی و قرمزن، شبیه به این گلفینگ، آره اون دوتا، ما اون دوتا رو وقتی توی اون ناحیه میبینیم نمیتونیم این تفکر بیاد تو ذهنمون که جهت روند داره تغییر میکنه؟ این گلفینگ نیستش اون کندل، اگرم باشه مهم نیست نیما جان. ببین ما دقیقا نکتش همینجاست متین جان، من این خط روند برای چی گفتم داشته باشیم؟ یعنی ما هیچ گونه روندی رو اینجا نمیگیریم، برعکس، فقط این خط روند شکست. اوکی دوباره برمیگردم سر این مووینگتون 20 ایم ای 20 این بذار ببینم، آره 20. من استاد این مووینگ رو جزو تمپلیت چارت هم گذاشتم، یعنی اصلا با هم باز میشه و کلی اصلا داستان من مثبت کرد، مخصوصا توی این هفته. فقط این که در تایم فریم های مختلف باید عددش رو عوض کنیم، این خواستم ازتون سوال کنم. ما رو 4 ساعت هم رو 20 داریم میذاریم این استاد. آره ببینید یه چیزی که اکسپوننشیال یا چیز حسابیه، اینم ببین اصلا یه کالر ای ام ای دارین تو گروه هم گذاشتم، توی ترینگ ویو هم بدم. بله بله من از همون استفاده کردم. هر تنظیم فقط هم ای ام ای خودش اینجا زده، شما فقط کافی اینو بکنید 20 چه تغییر بدید. این ای ام ای یا این اس ام ای به این کار ندارین. این اون کالر داره اکسپوننشیاله، خیلی هم فرق نمیکنه چون اینا یه مقدار جزئی با هم تفاوت دارن. فقط اکسپوننشیال میاد یه مقدار وزن رو میندازه رو کندلای جدیدتر، ساده فقط کلو به صورت اسموت پخش میکنه به صورت میانگین برای همش. خب چی میخواستم بگم الان متین چی پرسیدی؟ من یه خورده حافظم در رابطه با این بود که جهت روند تغییر نمیکنه و شما گفتید که ما به هیچ عنوان وارد نمیشیم و تا زمانی این رو ادامه میدیم. اوکی نه نیما جان الان گفت یادم اومد. نیما جان ببین توی آموزشم اوکی ببین یه چیزی بگم، توی انتخاب این مووینگ ها من این 10 سال دارم جواب این دوست سر این نکته که نگفتم میدم. الان هنوز که هنوز خیلی میگم آقا توی طلا مووینگ 144 استفاده بکن، هنوز جواب میده. ببینید این مووینگ ها رو باید تنظیم کنید بر اساس تایم فریم و بر اساس در واقع های ها و لو های موج ها. مثلا میخوام بدونیم که تو این تایم فریم مووینگ خوب مثلا تو تایم 15 دقیقه چیه. خب کاری که باید بکنیم اینه، شما باید بیاین این ای ام ای رو جوری تغییر بدین خب که این لبه های های ها و لو ها رو در واقع پوشش بده. ببینید ما میخوایم یه روند داینامیک رو پیدا بکنیم دیگه، هر عددی که نمیتونه داینامیک باشه باید متغیر باشه دیگه، ثابت نمیتونه باشه برای هر حالت بازار. خب پس برای ما باید چیکار کنیم؟ ما بیایم این مووی رو تنظیم کنیم، تنظیمش بر اساس های ها و لو. اینجا چون روند سعودی بر اساس لو ها میشه، اینا لو ها لو. خب برای ما این روند داینامیک رو الان اینجا داریم،
بهتر عمل میکنه. خب اگر ما مثلا اینو بیایم مثلا فرض بگیریم که بذاریمش مثلا یه عدد ثابت 10، همیشه تو هر شرایطی 10 در نظر بگیریم، ما الان اینجا روند نزولی داریم که اینجا صعودی، اینجا نزولی، اینجا صعودی، اینجا. یا اگه مثلا خیلی هم بالا بگیریم مثلا بذاریمش فرض کنیم مثلا 200، دیگه اصلا خیلی سخت تشخیص روند اصلا. بعد اینجا مثلا ممکنه ما بخوایم اینجاها مثلا برمیگرده پایین، ولی ما تا بخواد برگرده روندمون الان صعودی، نصف حرکت از دست دادیم. ببینید چی میگم؟ اینجا ببینید چقدر این مووینگ فاصله داره با این لوها. این نمیتونه یه در مووینگ مناسبی برای ما باشه، چون ما وقتی خط روند در واقع میکشین چیا رو در نظر میگیریم؟ ما این در واقع خطا رو در نظر میگیریم دیگه. خب فرض کنه این باشه، خب وقتی این تشکیل میشه اینو در نظر میگیریم دیگه. خب ما خودمون خط روندمون رو اصلاح میکنیم، چطوری انتظار داریم که یه مووینگ ساده این کارو نکنه؟ خب نکته بعدی در مورد خط روندها، خط روندها توی تکنیکال درست کار میکنن، ولی نقاط بسیار مناسبی برای استاپ هانترها هستن، چون اکثرا برای خط روندها کار میکنن و خیلی نقاط خوبی برای هانتینگ میده. مثلا همینجا نگاه کنین، یا حتی شک کردن برای ورود به بازار. مثلا فرض کن کسی اینجا برای خط روند وارد شده، خب اینجا وارد شده، خب اینجا مود خط روند شکسته، خب طرف میگه خب اوکی بس منتفی شد صعود، ببندمش، میبنده، خداحافظ شما. تکیه فقط صرفا به خط روند خیلی معقولانه نیست توی بازار. البته نقاطی هستن که خود مبارک خیلی مورب خیلی دقیق جواب میدن، نه اینکه اصلا نباید استفاده شه، باید در کنار خط روند موارد دیگه هم باشه که اونها رو هم باید لحاظ بکنیم. خب حالا این چند تا مواردی که کار کرده، من یه سوال بپرسم. بفهم این خط روند رو ما مثلا توی تایم هفتگی میکشیم، بعد تایمو که میاریم پایین خط جابجا میشه روی چارت، یعنی کندلا متغیر میشه، این چجوری میشه فیکسش کرد؟ توی متا تریدر این کارو نکنین، خب توی تریدینگ ویو این کار بکنین. بعد که تو تریدینگ ویو هم این کار کردین، این اینجا ببینین یه قفل هست اینجا، بنده درست لاک که بکنین دیگه این نمیشه تغییر بکنه، تمام درا تمام چیزی که شما کشیدین دیگه ثابت میمونه، نمیتونین حتی پاکش هم بکنین. نه مثلا من تو تایم هفتگی کشیده بودم، کندل از خط روند رد شده بود، بعد تو تایم پایین که میرفتم فاصله داشت باهاش. اوکی باش. خب متوجه نشدم، دوباره میگی به زحمت. من خط رو کشیده بودم توی تایم هفتگی، کندل از خط رد شده بود، خب ولی توی تایم مثلا یک ساعته یا چهار ساعته هنوز اصلا فاصله داشت با خط. توی تریدینگ ویو بود؟ نه همون متاتریدر. متاتریدر رو اصلا ولی متاتریدر خط میکشین یهو توی ژاپن سر در میاره. متاتریدر اصلا تحلیل روش نکنید. اصلا جالب نیست. تحلیل به شما اونجور تحلیل نکنید. خب این اولی الگو بود که در جهت روند بود، بریک هات و پول بک. خب یه الگوی دیگه من شبیه همون بریک هاته، من اسمش رو گفتم بریک بک. خب حالتیه که قیمت میشکنه سطح، خب اونقدر عمیق نیست، خب یه حالت شبیه واگراییه، خب و برمیگرده به همون سطح جزئی، خیلی جزئیه، اون جای سیگنال میده بعد میرسه. این یه جورایی شبیه در واقع به چیز بریکاته، ولی برای حالتهایی که بریکات رو خیلی دوستان از دست میدن. یعنی یه جایی محمد جان بود اگه اشتباه کنم یه دونه گیف درست کرده بود که بریکات بگیرم یا پول بک بگیرم وایز الان چیکار کنم. خب این یه مقدار مشکل اون رو برطرف میکنه، یعنی قیمت میشکنه یه سطح رو میاد در واقع اصلاح خیلی ریز میده و بعد میشکنه. خب فقط نکتهش اینجاست که حتما باید این اتفاق زمان در واقع در جهت روند بیفته. خب این چند تا رو توضیح بدم، بعد ببینم رو چارت همه رو یکی یکی براتون توضیح بدم. پس یه جی تی اس بریک بک داشتیم، یه جی تی اس جی اچ داریم که من نمیدونم دوستان ویدیو هانتینگ رو دیدن اینتربال کاری یا نه، اگر ندیدین اون رو ببینین. یه حالتایی که الگوهای استاپ هانتینگه، یعنی یه سطح رو میشکنه
و بعد برمیگرده بالا، استاپ ها رو این بالا جمع میکنه و بعد به سمت پایین برمیگرده. این همینا رو تو چارت با هم دیگه میبینیم. بذارین من به صورت درا بکشم که خب یک سطح اینجا شکسته میشه، بعد برمیگرده بالا این سطح که اینجا هست، نقاط گذاشتن استاپ میشکنه، جهت هم مشخصه دیگه. شما تمام این حالت هم مال حالتی که روندتون مشخصه. حالا من فقط نوزیلاشو کشیدم، سودیاشو هم با هم چک می‌کنیم. خب بعد نقطه ورود شما کجاست؟ وقتی که شما ببینید استاپ ها اینجا هست، با تشخیص بدین که احتمالاً قیمت از این کف اومده بالا، به این سمت رفته، استاپ ها رو زده و برگشته به سمت پایین. خب یه نمونهشو روی یورو دلار دیدین که دو تا این الگوها با هم در واقع تلفیق میشن و یکی از حالاتی که پیش اومد تو یورو دلار این هفته، قیمت از این کف اومد بالا، این سطح بالا، استاپ های بالا رو جمع کرد و بعد ریخت پایین. فکر کنم همین الان بریم این تیکر رو نشونتون بدم، یه مقدار بهتره. واسه رو طلا زیاد اتفاق میفته. آفرین، دقیقاً طلا خوراکش اصلا حساب هانتینگه. خب ببینین اینایی که مثلا اینجا اگهتون باشه این سطح رو گذاشتیم برای چیز دیگه، برای پوزیشن سل. خب که من خودم گرفتم اینجاها هی اومد بازی کرد اینا، من آخر سر دیدم خیلی داره بازی در میاره، یه مقدارش که ریس فری کرد، یه مقدارش اینجا خارج شدن، بعد هیچی کلا خارج اومد، یهو قیمت کله کرد اون پایین. و اتفاقی که افتاد چی بود؟ این که قیمت اومد استاپا کجا؟ استاپا این بالا دیگه، از اینجا اومد بالا، استاپا رو جمع کرد و ریخت پایین. خب این نمونه ای از همین جی تی اس جی اچ که جهت روند هم اینجا نزولیه دیگه، ما جهت کلی رو در نظر بگیریم ببین نزولیه دیگه، درسته؟ نزول شما دارین به شکل واضح میبینین دیگه، درسته دوستان؟ بله. یه دونه هم رفته هایر های زده ولی بعد دوباره اومده لوئر رو زده، اون هایر های هم باز چیز. این یه دونه بریم دوباره توی یک دونه دونه همینا رو میام دوباره تو چارت پیدا میکنم برای توضیح، چون قراره که روی اینا تمرکز کنیم و تقسیم میکنم گروه های دوستانه که برای این اساس کار بکنن. این جی تی اس جی اچ. خب اوکی، این یکی از الگوهای مورد علاقه منه، فوق العاده است. الگوی مثلث شکست پول بک کندل، من اسمش اینجا گذاشتم جی تی اس ام دبلیو 2. خب چرا؟ چون روند نزولی، روند ما الان نزولیه دیگه. خب اینجا جهت رو اول باید درست تشخیص بدیم، از همه مهمتر جهته. خب بهتون گفتم دو تا نکته هست برای تکنیکال، جهت و نقطه کم ریسک. خب اگر جهت رو درست تشخیص ندیم، نقطه کم ریسک هم در کار نخواهد، چون یهو مثلا این جهت فرض کن سودی باشه، یهو مثلا ما اینجا وارد میشیم، جهت رو اشتباه رفیق قیمت مثلا برمیگره بالا استفار میزنه. پس دو تا نکته مهم توی معامله گری که از این به بعد میخوام توی گروه هم کار بکنیم و میخوام بهش پایبند باشین، اول از همه جهت رو پیدا بکنیم، جهت درست رو، جهت مارکت بازار رو. خب بعد هر جایی که این جهت نزولی هست که نمیتونیم وارد شیم، ممکنه مثلا مانا رو بیاییم اون بالایی که سوریه اون سخت بخریم، بعد قیمت برگره پایین ما بریم تو ضرر. پس باید نقطه کم ریسک، مرحله دوم نقطه کم ریسک رو باید پیدا کنیم. می نویسم اینو که یادمونم نره، خود همین جهت هر لحظه تو ذهن ما در حال تغییر هست، هر لحظه. الان مثلا شک میکنیم که الان رو یورو داره سودی یا نزولیه، نمیدونم طلا رو مثلا نزولی داریم، بعد هم میگیم نه الان دیگه اینجا برمیگرده به سمت بالا. بعد این تعارض پیدا کردن جهت باعث میشه ما یه جایی وارد شیم که نباید وارد شیم. ما اگه جهت رو پیدا بکنیم باز هم کافی نیست، نقطه مهم کم ریسک رو باید پیدا بکنیم. این دوتا مکمل هم دیگن، اگر نتونیم این کار بکنیم نمیتونیم تریدر موفقی باشیم، چون تو جهت هم اگر وارد شیم جای مناسبی وارد نشیم ممکنه در واقع ضرر بکنیم. اول جهت، دوم پیدا کردن نقاط کم ریسک. خب من این دارم داشته باشن چون بسیار مهمه و باید خیلی هم اشتیاقت بشه. گروه هم میخوام که در واقع گروه بندی بکنم از دوستانی که بر اساس میزان صبرشون که اینها رو با هم دیگه پیدا بکنین و توی در گروه به اشتراک بذارین. و دوستان میخوام خطای همدیگر رو هم مخصوصا نظر پیدا کردن جهت، خطای همدیگر رو هم بگیرن، یعنی ما قرار همدیگر رو هم اصلاح بکنیم. خب اگه یه روز رضا داره مثلا اینجا این الگو فرض کن روند نزولیه، اینجا میخواد بای بگیره، مثلا امید یا امین یا مثلا پویا باید بیاد بگه آقا رضا
اینجا جهت نزولی ها، شما داری خلاف راحت جهت وارد میشی، پس این کار نکن. چون ما الان داریم تمرکزمون روی در جهت کار کردن دیگه، پس برای اول از همه همه باید بتونیم جهت رو پیدا بکنیم. پس گروه بندی که میکنم دوستان رو، اول از همه این در واقع دوستانی که با هم دیگه کدار تو پیدا کردن یک الگوی مشخص که بهشون میگم کدومه همکاری میکنن، اول از همه باید جهت رو برای همدیگه اصلاح کنن. یعنی مثلا اگه امید با علی هست با امین هست توی گروه، خب امید دیگه در مورد پیدا کردن جهت ممکنه خطاش کمتر بشه، چون امین و علی بهش میگن که آقا این جهت نزولیه. خب پس ما مرحله اول رو خطای همدیگه رو برای پیدا کردن جهت اصلاح میکنیم. مرحله دوم چیه؟ تو هر گروه حالا باید اون گروه بیاد پیدا کردن نقاط کم ریسک رو همدیگه تمرین بکنه. خب پس مثلا وقت تکلیف مشخص شد که جهت نزولیه، فقط همه تو اون گروه باید اتفاق نظر داشته باشن که باید سل بگیرن، کسی پس بای نمیگیره. خب حالا برای اینکه ما نقاط کم ریسک رو پیدا کنیم، از این الگوها باید الهام بگیریم. آیا این الگویی که من از چشمم دور مونده امید دیده، پویا دیده یا نه؟ اگر پویا دیده میاد میگه من چک کنم، درسته دقیقاً الگویی که مد نظرم هست رو در واقع پیدا کردم. خب حالا الگوی مثلث که MW2 خب توی چون روند متفاوته، من هم M گوشم هم W. ببینید این یه M خب، این هم یه W دیگه، درسته؟ اینا تو هم قاطیه. خب معمولا تو مثلث اینجوری تشکیل میشه و یه خط نزولی هم داره. خب نقطه ورودش کجاست؟ زمانی که قیمت برمیگره پول بک میزنه به لبه مثلث و اینجا یه دونه چی تشکیل میده؟ یک کندل ماشه. این کندل ماشه رو من اسمش گذاشتم یادتون باشه، کندل ماشه تریگر ورود ماست و یک لحظه به شما فرصت میده بعد از بسته شدن کندل وارد شید. کمترین ریسک ها رو اینجاها دارن تو بازار. اگر شما مهارت پیدا کنید نسبت به الگوها و کندل ماشه، بهتون قول میدم قوی ترین سیستم تریدینگ دنیا رو خواهید داشت. فقط کافیه که درست تشخیصی و درست هم اجراش بکنید. این خیلی مهمه. خب ممکنه الان اینا رو یاد بگیره ولی ممکنه نتونید درست اجراش کنید. اجرا کردنش با تمرین مکرر اتفاق میفته و من به خاطر همین میخوام شما به صورت تیمی کار کنید تو هر کدوم این الگوها که این خطاهاتون تا جای ممکن به مرور از طریق بقیه دوستان اصلاح بشه و در واقع به صورت تیمی تبدیل بشیم به یه در واقع کسی که تریدر موفقه. فقط نکتهش اینجاست، من نمیخوام روی کار تیمی شما پوزیشن گیریاتون هم تیمی انجام بشه. یعنی شما به هیچ عنوان که این پوزیشن رو آیا بگیریم آیا نگیریم، به هیچ عنوان با همدیگه مشورت نمی کنی. اگه کسی دوست داشت میگیره، کسی دوست نداشت نمیگیره. من نمیخوام نتایجی که شما میگیرین رو همدیگه تاثیر بذاره. من نمیخوام رضا اگه ضرر کرد، اگر مثلا امید سود کرد، این مثلا اعصاب من رو با هم بریزه. خب هیچ وقت راجع به نتایج با همدیگه کار نمی کنیم، نتیجه نمیگیره. فقط میخوام حساب جدا باز کنین، هر کسی با تصمیم خودش توی حساب دمای خودش کار کنه و پوزیشن گیری کنه. حساب هم به شما حساب ریل کار نمی کنیم، فقط حساب دمو مثل گذشته میایم فقط روش میخوام تمرین کنیم. به شما نمیخوام پوزیشن بگیریم توی حساب ریل، فقط داریم تمرین میکنیم تا این در واقع پروسه رو ما بتونیم برای خودمون جا بندازیم، تبدیل بشیم به یک در واقع تریدر حداقل سودده و نقاطی که مهم هست رو بتونیم با هم دیگه پیدا کنیم. پس نتیجه شد که اگر دوستان که توی تیم تشکیل میشه با هم کار میکنن، فقط روی تکنیکال با هم دیگه توافق میکنن. خب به هیچ عنوان به اینکه تو پوزیشنو گرفتی یا مثلا من های مینو بگیرم رضا اینو بگیرم یا یعنی نگیرم، به هیچ عنوان این رو باید چون خودتون تصمیم بگیرید از کسی نخواهید، چون شما اون یک تریدر باید بتونید خودتون برای خودتون جداگونه تصمیم بگیرید و نباید هم تاثیر کسی قرار بگیرید. اگر پوزیشنتون رو افشا کنین برای هم دیگه، از نظر روانی تحت فشار قرار میگیرید. ما برنامه داشتیم با پویا جان برای یه حساب مشترک، نتیجه این بود که بهترین تریدرها کنار هم دیگه چون در واقع پوزیشناشون برای هم رو بود نتیجه خوب نگرفتن، ولی اینها از هم که جدا شدن و کسی از نتیجه کار هم دیگه خبر نداشت، راندمانش کاملا معکوس شد، در واقع نتیجه خیلی عالی گرفتن. خب بنابراین برای هم دیگه حسابتون رو افشا نکنین، به خاطر اینکه این خیلی از نظر روانی رو شما تاثیر میذاره. خب این از این. پس پس الگوی GTS MW2 هم که در واقع مال خودم هست، یه جورایی اینو به این شکل درآوردم، رو چارت هم با هم دیگه چک میکنیم، تو نظرتون باشه تقریبا تا اینجا 3-4 تا الگو شد و این MW2 رو میرم بهتون نشون بدم روی چارت. خیلی مهمه که تشخیصش رو چجوری داشته باشی. استاد معذرت میخوام، کندل ماشه منظورتون کدوم کندل داره؟
کندل تریگر ورودی. ببین شما یه کندلی دارین که بعدش میخوان پوزیشن بگیرین دیگه. آها شما تفنگ نشونه گرفتی توی زمان که آهوه بیاد به ماش که میرسه تق میزنینش دیگه. درست. ماشه است دیگه، ماشه رو بکشی دیگه. نمیخوای بکشی؟ آها نه فکرام منظورتون یکی از الگوهای چیزه کندلیه. آها نه اون کندلی که باعث میشه شما پوزیشن دستو بذاری روی بای وسل پوزیشن رو بذاری ماش رو گوشم ماشه. انگار دست روی ماشه است. نه اختیار داریم. خب بریم این الگوی مثلث رو ببینم کجا بود. تایم یه ساعته ما جهتمون اینجا با خط روان مشخصه دیگه، درسته؟ میبینی این جهت رو، جهت رو که دیدیم سعودیه، درسته؟ توافق داریم همه؟ بله درسته. بله بسیار عالی. خب من یک سطح مقاومتی یعنی سطح حمایتی اینجا میبینیم همه، این هم همه با هم توافق داریم؟ درسته. خب این هم این مثلث هم همه با هم توافق داریم یا بله بسیاری. خب و خب ببین این مثلث از بالا شکسته، درسته؟ توافق داریم اینا؟ استاد فقط یه چیزی، این که این دو ناحیه بوده قبلا و با پول بکی که زده شده شده سه ناحیه، درسته؟ دو ناحیه یعنی آره. من اینو میخوام بگم توی مثلثات ما مگه قرار نبود که حداقل سه تا ناحیه رو داشته باشیم تا بگیم؟ نه کی گفته اینو؟ این دو ناحیه هم اوکیه؟ آره آره. آخرش خب نقطه ورود کجاست؟ کندل ماشه رو به من نشون بدید. پولبک به همون مثلثه که خارج شده. استاد اون قرمزه که پولبک داده روی ضلع مثلث یه آبی داده اون میشه ماشه. تموم شد رفت. تموم شد رفت. این نقطه وروده. آیا همه بفهمید؟ استاد شرمنده بگه دو تا ناحیه شما کشیدید. این حتما باید باشه. کدوم دو تا ناحیه؟ کف و سقف و بله بالا و پایین این مثلث رو بین دو تا ناحیه کشیدید. این همیشه باید رعایت بشه؟ این ناحیه معمولا هست، یعنی یک منطقه ما حمایتی داریم. بذارید اینجوری براتون بکشم، توضیحش یه مقداری واضح تر میشه. ببینید ما یه جایی که اینجا قیمت حمایت شده نذاشته بره پایین تر، درسته یا نه؟ بله. خب وقتی اینجا قیمت نمیره پایین تر یعنی زور نداره این پایین رو بشکنه. خب بعد نقطه ورودم حالا کاری ندارم که اینجا برای خیلی نقطه ورود من اصلا اینجا رو نمیخوام معیار قرار بدم. خب شاید توی مثلا قبل تر اینجا خودش مثلا پول بک بوده باشه، یعنی قیمت اینجوری شده اومده بالا، بعد اینجا یه مثلث تشکیل رفته بالا. خب مثلا این منطقه آبی رنگ فرض بگیریم مثلا اینجوری بوده، ولی اصلا فرضم بگیریم نبوده، ولی یه چیزی ما قیمت رو بخونیم، یه چیزی باعث شده که اینجا اتفاقی که میفته این که قیمت حمایت بشه دیگه، درسته؟ بله. اصلا اون مثلا چه بدونم میگیم که اون مثلا یه عباس آقا داشته اینجا رد میشده، این عباس آقا خب عباس آقا که رد میشده نذاشته قیمت اینجا بره پایین، این عباس آقا اینجا رد شده زیرش یه دونه سطل گذاشته قیمت نره پایین. آقا از این واضح تر دیگه، از این خودمونی تر بگم. استاد الان پایینش اوکیه، بالا رو به استناد به چی کشیدین اون ناحیه؟ اوکی الان میخوام جواب مهرا جان، شما بودی؟ نه من لیلا. حالا جواب خال لیلا رو دادم. خب حالا بالاش هم استنادش هم به اینه دیگه، بالاش هم عباس آقا که از اون مرداش رد میشده یه چیزی اینجا دیده که اونو خواه عباس آقا رو اینجا بیارمش اینجا برام این حتم بکشه، اون موقع اینجوری نبوده. خب من خط رو پاک میکنم. خب الان اینجوریه، اصلا بذاریم اون موقعی که قیمت داره تشکیل میشه عباس آقا هنوز نیومده رو بیام اینجا برای شما بکشم. الان ببین الان اینجا عباس آقا فاهم پایین اومده خط رو کشیده رفته. خب حالا الان شما اینجا چی میبینین؟ یه دونه های اینجا میبینین، یه دونه های اینجا میبینین دیگه. آقا این از این واضح تر من دیگه نمیدونم دیگه چی رو توضیح بدم. اگه اینا رو شما تشخیص ندین که اصلا تریدر نمیتونه ترید کنه. خاله لیلا این دو تا خواهی هست یا نه؟ بذار خاله لیلا این من جوابشو بگیرم. بله بله. خب
بعد کاری که عباس آقا میکنه اینه که این دوتا های رو هم وصل میکنه، درسته؟ میشه این، درسته؟ حالا لیلا درسته؟ بله. بعد عباس آقا اینو کشش میده، کش میده سریع فوری انقلابی، این میشه این. این عباس داماد مای استاد، همیشه کاراش همینجوریه. کی؟ خب بعد ببینید اینجا که ما این عباس آقا که این سطح کشید، این بالا ختم کشید، بعد اینجا یه آنگوزمان هم اینجا میکشه، از اینجا به این وصل میکنه. خب این میشه یه مثلث. تا اینجاش کسی مشکل داره؟ خب اوکی، میریم سری فوری انقلابی اینو میزنیم میره جلو. اوکی ببینید یکی یکی میریم جلو. با این نگاه کن این سطحی که عباس آقا کشید چی کار میکنه. خب میاد چی؟ میاد استاد ببخشید، استاد معذرت، همین کم عقب‌تر که همینجا ما یک چیز نداریم، بریکوت نداشتیم، سه تا کند، چهار تا کندل پایین تر، او خودش دیگه کاملا یه چیز بریکوت قویه که نه. شما اگر مارکت رو بفهمید لحظه به لحظه میتونین توش موقعیت پیدا کنید، لحظه به لحظه. من نمیخوام همه رو بیارم اینجا نشون بدم به شما، ولی میخوام چیزایی که الگوهایی که در نظر گرفتم رو با هم داشته باشیم. اینش میگم بعد مثلا اینجا می اتفاق افتاده دیگه اینور، خب ولی قیمت برگشت پایین. خب چون با اینکه کندل خیلی توپر آبی داریم، ولی خب منطقه تقاضامون خیلی مثلا بعد درست عمل نکرده. حالا خیلی اینجا ممکنه خیلی واسه بشه خیلی وارد پوزیشن بای بشن و بره رو اعصاب اینجا بعد از مثلا این کندل. نگاه کن این حالت جی تی اس داره دیگه، خب این حالت کندل. خب و اینجا که مثلا میره ممکنه برگرده پایین و چون جی تی اس هم بود اینجا عمل نکرده دیگه، ولی خود این مثلثه میخوام بدونیم که چقدر خوب عمل کرده. ما فعلا به این حالتایی که یه مقداری شک برانگیزه کار نداریم، چون این حالت رو باید تو تایم بالاتر در نظر بگیریم اگه میخوایم مثلا بر اساس جی تی اس پوزیشن بگیریم. خب یا بریک اوت یا پول بک. من وسطش اینجا بیام عباس آقا معطل نگه دارم این توضیحو بدم. این مثلا بریک اوت بوده، جی تی اس بریک بک رو یادتونه گفتم بهتون تو روند سودی؟ بله استاد. خب بله ببینید این سطح های ما یا تریدینگ زون اگر بکشم میشه این. دو تا سطح حمایتی داریم دیگه، یکی اینه یکی اینه. خب بعد قیمت شکست اومده پایین، این بریک بک که نقطه ورود ما اینجاست. ببینید اگر پول بک اینجا کسی نگیره، خب ولی میتونه اینجا تو بریک اپ برگشته یه بریک به همین منطقه داده، خیلی کوچیکه، مثل چیز پول بک نیست ولی بریک بکه یه جورایی. موجش خیلی بزرگ نیست که من به این شکل بخوام واضح به شما نشون بدم مثلا به این شکل بوده باشه، رفته بالا اومده پایین، در واقع بعد اینجا مثلا به شما نقطه ورود داده. نه، همین سطحی که شکسته بعد اومده یه دونه کندل ماشه هم اینجا داده. خب ببینید ما کلا میخوام بگم نقاطی رو باید پیدا کنیم که میزان استاپش یکی دو تا کندل بیشتر نباشه. اینجا مثلا اگر بخوام پوزیشن بگیریم استاپش مثلا میشه در حد فرض کنیم مثلا 10 پی 15 پی نهایتا تا اینجا در نظر بگیریم. خب اینا نقطه‌های کلیدی کم ریسک ما هستن که ما رو از اون تصمیم گیری های اشتباه توی اون فضای فاصله پوزیشن و استاپ دور میکنن. خب ما اگر بتونیم این نقاط رو پیدا بکنیم با هر استراتژی، یا نمیگم فقط این چند تا استراتژی، هر مثلا پویا جان استراتژی خودش داره دقیقاً همین مشخصه ای داره، میتونه حساب در واقع ضرر کرده رو یهو تبدیل بکنه به حساب خیلی خوب سود کرده. به خاطر اینه نقاط کم ریسک و بازدهی بالا. مثلا توی همین چیست S&P و نزدک پویا جان یه نقطه پیدا کرد که قیمت توی نزدک وحشتناک نوسان داره، جزئی رفت تو ضرر، خیلی جزئی، بعد یه سودی که داد به ازی مثلا 30 تا پوزیشن سود داد. امکانش پس هست، چون من خودم انجام میدم و دیدم بچه هم انجام میدم، پویا جان یکی از نمونه هاش. پس ما باید اینا رو پیدا کنیم. الان داریم تو چارت با هم میبینیم دیگه، بریک بک اینجا دیدین، ترید زونتون رو مشخص بکنید، جهت که سعودی مشخص بود، قیمت برمیگرده. ببین ما نمیدونیم اینجا اینو میخوام اینو به شما بگم، خیلی مهم، نمیدونیم که اینجا قیمت آیا میره پایین یا میره بالا، اصلا اینو نمیدونیم، نه باید قضاوتی هم بکنیم.
ما هر چی که مارکت میگه رو باید گوش بدیم، نه چیزی که رضا گلشایان میگه، نه چیزی که ایکس میگه، نه چیزی که ایگر میگه. یه ایسکای در واقع چند دقیقه‌ای داریم برای ورود که این ایسکا هم همین کندل ماشه ماست، تموم شد رفت. ورود ما اینجا، استافون یه مقدار پایین‌تر از زیر کف و صبر می‌کنیم تا تیپی یک به یک، یک به دو، یک به سه اینا رو بگیریم. خب این بریک بک ما، بریم سراغ عباس آقا. استاد معذرت میخوام، ببخشید. ببینید ما قشنگ اینجا قوی ترین جی تی اس بریک آوت رو الان بالای همی داریم، حتی اگه تو بریک بک نگرفته باشیم. ببین چه جی تی اس بریک آوت قوی داریم. من تو جی تی اس بریک آوت خیلی دارم کار میکنم و راستیاتم یه هفته نتیجه خیلی خوبی هم گرفتم، حتی رو حساب ریال هم. دقیقاً میگم اگه وقتی که یه همچین اتفاق میفته، یعنی شما اینجا که این سطح میشکنه پول بک میده، تقریبا وقتی که همچین پول بک میده شما اطمینان بیشتری دارین که این سطح بالا هم میشکنه، چون پول بک رو قبلا یه کانفرمیشن داشتین. خب یعنی نگاه کنین به این سطح، میتونین این نقاطی که اینجاها معنی نداره، اینجاها که آقایون و علما میان تفسیر میذارن برای شما اینجا که اصلا به نظر من هیچ معنی نداره، بخاطر که فقط جنگ بین خریداران و فروشنده ها هست، هیچ توافقی بر سر یک جهت نشده، میذارین کنار، فراموشش میکنین، میرین سراغ چی؟ جاهایی که توافق، ارگاه کجا تشکیل میشن؟ جایی که توافق برای یک جهت بین اکثریت هست و ما اونجاها رو میخوایم، کاری به بقیه نداریم. خب و اینجا اتفاق افتاده، این سطح که شما می‌بینید یک کندل به شما نقطه ورود داده، یه لحظه شما باید وارد بشین، تموم شد، استاپ می‌ذارین، تی پی بالا، میتونین تریل کنین، میتونین قیمت که رفت بالاتر استاپتون رو صفر یا ریسکتون رو کم بکنین و میتونین در واقع قیمت رو دنبال کنین تا جایی که میشه. شاید ریسک ریواردی که به شیوه پیش میاد، ببخشید من تموم کنم، به شیوه پیش میاد بیشتر از 1:5، 1:6، 1:7 باشه، به شما کمک می‌کنه که حسابتون رو بتونین رشد بدین. من عین نظر می‌خوام که باهاتون کار کنم، چون خودم هم میخوام تو این موقعیت ها رو از چشمم دور میمونه یا خوابم مثلا نمیبینم، فرصت نمیکنم اینا رو تو همه چارت، چون من دوتا چشم بیشتر ندارم. بنابراین اگه مثلا تعداد زیادی از آدم ها این چیزی که من دارم میگم بتونم ببینن و موقعیت ها رو تشخیص بدن، میتونیم دقیقا تو این لحظه ای که مثلا اینجا هست به همدیگه اطلاع بدیم که آقا این مثلا موقعیت تشکیل شده و دیگه بقیه‌اش به عهده خود افرادی که کسی پشت میگیره نمیگیره، کاری به کار کسی نداره. ولی بعدش میخوام اسسمنت حسابای دوستان که همه بر اساس این استراتژی کار کردن ببینیم چیه. یک دوم هم میخوایم نتایج هر کدوم از این الگوها رو هم با هم مقایسه کنیم، یعنی تیم مثلا رضا که روی مثلا الگو جی تی اس جی اچ کار کرده، میخوام ببینیم که این چقدر بازدهی داشته، چند درصد بین ریت داشته، تیم مثلا محمد معرضا مثلا روی مثلا جی تی اس پول بک کار کرده یا امید روی جی تی اس بریکات کار کرده. اینا میخوام ببینیم که با هم دیگه مقایسه بکنیم نتایج کدوم بهتر بوده و بعد چون چند تا حساب مختلف از افراد مختلف داریم، میتونیم یه اوورال از توش در بیاریم، آمار از توش در بیاریم، ببینیم که کدوم یک از این نتایج بهتر عمل میکنه. خب حالا بفرمایید جسارت هم استاد، استاپ زیر کندل ماشه میشه یا زیر این روند سعودی؟ زیر کندل ماشه، بنزی 5 تا 10 پیپ زیر کندل ماشه، همین. ما بیشتر از این استاپ نمیخوایم، چون میخوایم تکلیف پوزیشن زودتر مشخص بشه دیگه، میخوایم با یه ریسک مشخص کوچیک خب و وارد بشیم و ببین، نمیگم استاپ نمیخوره، چند بار استاپ بخوره، 3 بار 4 بار استاپ بخوره، یه دونه پوزیشن از اینا بره تو سود، خب تمام استاپ ها رو جبران میکنه. استاپ های کندلی هن. یعنی این چیزی که دارین میبینین حاصل 10 سال کلنجار رفتن من با مارکته، کلی ضرر کردن و اعصاب خرد شدن و فلان اینا، و این تقدیم به شما، اینجوری به شما بگم. خب ببین این الان مثلث تشکیل شد، همه هم توافق داریم. سوال اگه این مرحله کسی داره بپرسه. رضا جان من یه سوال پرسم. بگو عادل جان. ببین کندل ماشه اون کندل استیک که نیستش که. چرا؟ خب الان توی اون مثلثی که اول کشیده بودی، اون بخشی که خارج میشه، کندل ماشه یه کندل آبی که از کندل قرمز قبلیش کوچیک‌تره. مهم نیست. اونجا خب کندل استیک کدوم الگوی کندل استیک اونجا هست؟ تو تایم پایین تر بری یه الگو میبینی احتمالا. بذار بریم جلوتر عادل جان. اوکی مرسی استاد. ببخشید تو هر روندی ما یک اصلاحی داریم، درسته؟ درسته. خب ما اون موقع مثلا اگه حالا همین تایم، همین رو اگه که شما چیز کنید، اگه همین رو زوم کنید یه تایم مثلا روزانه، ممنون میشم یه لحظه.
خب الان این روند نزولیه یا صعودیه روی تایم روزانه؟ تو کل تایم روزانه الان شما یه خط روند اینجا میبینی، یه خط روندم اینجا میبینی، به نظرت نزولی یا صعودیه؟ الان یک روند نزولی تبدیل به یه روند صعودی شده، من چیزی که میبینم. اوکی بذار اینم بهت بگم اینجا چی میبینی. اینا الگوهایی برای خلاف روندن ها، یعنی من نمیخوام الان اینجا شما اینا رو اصلا بهش دقت کنید، فقط میخوام اینجا چون پرسیدی بگم. اینجا یه دو کفه، بله، این روند هم میبینی که توی روزانه این خط روند تقریبا شکسته. حالا میام 4 ساعته، خب گفتم چی رو معیار قرار میدین؟ یه دونه مووینگ در واقع رنگی. الان رنگش چه رنگیه اونجا؟ رنگش سبزه، ببخشید من میوت میکنم، رنگش سبز. اوکی ببین بعد یه نکته فقط بگم، این روند رو ما تایم خیلی ببریم بالا دیگه تشخیص روند برای ورود، ما خب تو یک کندل یه ساعته وارد شیم، یک روند هفتگی رو نمیتونیم معیار قرار بدیم برای یه ورود یک ساعته. خب درسته، بعد بیایم یه تایم پایین‌تر، موج‌های کوتاه‌تر رو چون می‌خوایم دقیق وارد شیم، موج‌های کوتاه‌تر رو باید دقت بکنیم دیگه. خب من مشکلم همینه، پس روند رو من از روی 4 ساعته بعد در بیارم. من مشکلم این بود همیشه، مرسی ممنون. من مشکلم فقط این بود که نمیتونستم، واقعا من نمیتونستم تشخیص روند درست بدم، چون که میرفتم هی از رو هفتگی نگاه میکردم، رو روزانه نگاه میکردم، رو 4 ساعته، و اینا خیلی منو گیج میکرد. اوکی باشه اونجا او دنزی که 3 ساعت داره میشه بچه‌ها، میخوام زودتر تمامش بکنیم. خدمتتون بگم که اوکی ایاتون باشه، بهتون گفتم که اگه بخواید از فاصله خیلی دور یه عکسو ببینین ممکنه نتونین تشخیص بدین جزئیاتشو، ولی خیلی هم نزدیک باشه هم بازم نمیتونین، ولی به فاصله مناسب که الان تقریبا برای تحلیل ها تو تایم بالا روزانه تحلیل رو میکنیم، امواج رو پیدا میکنیم، خطوط مهمو میکشیم، ولی تایم 4 ساعت اینا برای نقاط ورود 4 ساعت 1 ساعته با 1 تا 2 تایم پایین در واقع اونها رو لحاظ میکنیم. خب بریم دوباره همین مثلثه، الان واضحه. خب قیمت برگشت خورد به مثلث، ما الان نمیدونیم باید وارد چیم یا نه. چیزی که ما در واقع کمک میکنه به ما که این مثلث رو تایید میکنه کندل بعدیه. خب این کندل، خب همه پایین ببینین یه منطقه پرفشار داره، میبینین اینجا یه جنگیه بین خریدارا و فروشنده ها، خب که این داره به ما در واقع سیگنال میده، ما زبان بازار رو باید بفهمیم و این زبان رو فقط ما شخصا میتونیم با تمرین تو بازار بفهمیم، و هیچ کس نمیتونه اینو زبان رو در واقع یه جورایی تو مخمون بکنه. یکی میتونه برامون تشریح کنه که بازار داره با این زبان حرف میزنه، بعد به شما یه گرا بده که بعد بتونیم به اون زبان با بازار حرف بزنیم، ولی اینجا دقیقا منطقه پرفشار به ما داره نشون میده که این خودش یه منطقه‌ایه که احتمالاً قیمت اینجا برمیگرده. خب یک منطقه رنج کندلی که اینجا داره میبینین خودش یک سیگنال ورود برای ماست، نمیدونیم برمیگرده به سمت پایین، ولی ببینید این چند تا کندل قرمز بوده، قرمز و یک کندل در واقع انگالفینگ سعودی بوده، همین کندل انگالفینگ کافیه برای ما برای ورود، یک لحظه به ما فرصت میده که وارد بشه. خب اگر این منطقه یه کندل یا اولوی کندلی داد با یه استاپ کوچیک زیر قیمت، قیمت رو تست میکنیم، ما نمیدونیم بعدش قیمت میاد استاپ ما رو میخوره یا میزنه یا نه، نمیدونیم. همیشه اینو بدونیم، ما نمیدونیم آینده چی میشه، ما پیشگو نیستیم، ما بر اساس احتمالات کار میکنیم. خب الان اینجا اگر پوزیشن رو میگرفتیم استاپ رو کجا میذاشتیم دقیقاً؟ زیر اون منطقه که عباس آقا خط کشیده بود یا نه؟ نه عباس آقا اینجا خط کشیده، یه دونه اینجا خط کشیده. اگر ریسک بریم اگه خیلی دیگه میخوایم محتاط باشین، آره یه استاپ میذاری زیر اینجا، چون اینجا مطمئن ترین جاست. نه عباس آقا یه صفحه سیمانی گذاشته زیر این سطح، خب میتونین مطمئن باشین که مثلا استاپتون اینجا احتمال خوردنش دیگه خیلی پایینه، چون دو تا سطح مقاومت حمایتی داره، یکی اینجاست یکم اینجا. ولی خب این استاپش مثلا اگه اینجا وارد بشین 92.53 تا 92.26 سی پیپ هم میشه، چیزی هم نمیشه، خیلی کمه، خوبه. ولی اگه میخوای مثلا با ریسک ثابت ولی حجم بالاتر وارد شی، میتونی یه معیار اینجا قرار بدی. فقط نکتهش اینجاست که ببینید اینجا انقدر مناطق در واقع هم کم ریسک هم ولی نوسانی هن. خب اگر بخواید استاپتون دقیقاً زیر کندل بذارین خیلی راحت با کندل بعدی میخوره و بعد ممکنه قیمت به سمت بالا بره، برای من استاپتون باید بذارین یه مقدار پایین‌تر، یه 10 به پایین‌تر،
حدودا اینجا ها بزنین که مطمئن بشین که اگه احیانا یه نوسان هم اینجوری بود، خب این قیمت رو در واقع پوزیشن شما رو نندازه بیرون و در نهایت به مسیری که درست تشخیص داده بودین ادامه بده، فقط حسرتش برای شما بمونه. خب بعد تیپی تا کجا باید بره؟ این تا کجا باید تیپی رو بذاریم؟ ببین بهترین حالت اینه که شما یه حجم بگیرین که با یه ریسک به ریوارد یک به یک که مثلا اینجا باشه، نصف پوزیشنتون رو خارج چید اینجا. خب نه مثلا تی پیه. خب بعد به محض اینکه به این مرحله رسید نصف پوزیشنش رو خارج پوزیشنتون رو خارج میشین و بعد تی پی استاپ هم دست نمیزنین. خب اجازه میدین قیمت بره تا جایی که، یعنی وقتی شما از نظر روانی دیگه هیچ ریسکی ندارین دیگه، اجازه میدین که برای یا یه ریسک صفر و سود صفره، یا ریسک یا ضرر صفر و سود در واقع ممکنه 4x 5x، یعنی 4 برابر یا 5 برابر باشه. میتونین خیلی راحت صبر داشته باشین، قیمت رو دنبال کنید جایی که امکانش هست. اصلا اون تیپ اولیه چند پیپر بنده استفاده کنرژی میذاریم. اوکی هر چقدر که استفاده تون بود بنده استاپ تیپی.